یلاسیا سلام، امروز بعد مدت ها یه فیلم ترسناک آوردم براتون تا یکم حال هواتون عوض شو، برای چند لحظه از تنش‌های فعلی مملکتمون دور شید. هرچند فعلا ایران خودمون از صد تا فیلم ترسناک وضعیتش عجیب تره، به امید روزای خوب و آزادی هممون. فیلم تریفایر به معنی ترسناکنده ترساننده فکر کنم، به معنی کسی که شما رو میترساند، محصول سال 2016 هست و نمره 56 از 10 IMDb رو به خودش اختصاص داده. با اینکه نمرش خوب نیست، اسلشر باحالی و جامپ اسکرای زیادی هم داره که پیشنهاد میدم وقتی با دوستاتون جمع میشید حداقل یه بار ببینیدش. فیلم با نمایش تلویزیونی شروع میشه که در حال پخش مصاحبه با یک زن هست که صورتش به طرز عجیبی نابود شده. این زن تو مصاحبه از مردی صحبت میکنه که با لباس شبیه به یه دلقک عجیب هالووین سال قبل اونو مورد حمله قرار داده و این بلا رو سرش آورده. اینجا متوجه میشیم کسی که در حال تماشای فیلمه همون دلقک رو داره خودش رو آماده میکنه. زن تو ادامه صحبتش میگه پلیسا اون دلقک رو گرفتن، اما قبل دستگیری خودش رو کشت و توی سردخونه جنازش ناپدید شد. حالا این مرد قاتل رو میبینیم، شخصی به اسم آرت دلقک که آرایش خودش رو تکمیل میکنه، کلی لوازم خطرناک برمیداره و راه میفته. میریم به همون جایی که مصاحبه با زن قربانی شکل میگرفت. موجی داره خودش رو آماده میکنه تا از سالن بیاد بیرون و پشت تلفن برای دوستش تعریف میکنه که چقدر قیافه زنی که باهاش مصاحبه کرده وحشتناک بوده. یه صدایی از پشتش میاد و وقتی میره که چک کنه همون قربانی رو ببینیم که با عصبانیت به مجری حمله میکنه و با سوراخ کردن چشماش اونو به قتل میرسونه. معلومه شنیدن این حرف فشار عصبی بهش وارد کرده و دست به این جنایت زده. سکانس بعدی دو دختر به اسم تارا و دان رو میبینیم که با لباسای هالووین خودشون دارن از یه مهمونی برمیگردن. هر دو کلی ماسک کردن و به سختی میتونن رو پای خودشون وایستن. آرت دلقک رو میبینیم که با فاصله کمی وامیسته و بهشون زور میزنه که تارا هم متوجه میشه و یکم میترسه، در حالی که دان شروع به مسخره بازی میکنه و فکر میکنه این دلقک قاتل یه آدم معمولی با لباس هالووینه. بعد چند لحظه دلقک ناپدید میشه و دخترها هم که گشنه‌شونه میرن رستوران تا شام بخورن. تارا متوجه میشه همون دلقک میاد تو و پشت میز کنارشون میشینه و شروع به ادا درآوردن جلوی تارا میکنه. تارا میترسه و به دان میگه بیا غذا اونو ببریم خونه بخوریم، اما دان فکر میکنه یه شوخی مسخره است و میره کنار دلقک تا باهاش مسخره بازی در بیاره و سلفی بگیره. مدیر رستوران میاد جلو و از دلقک میپرسه چی میخوره که اونم هیچ حرفی نمیزنه و مدیر بهش میگه اگه چیزی نمیخوای باید بری بیرون. اونم از جاش بلند میشه و بعد از یه شعبده بازی گذاشتن یه حلقه دور انگشت تارا به قسمت دیگه از رستوران میره، اما مدیر بعد چند لحظه متوجه میشه و اونو به زور بیرون میکنه. بعد از شام خوردن دخترها که مسیشون پریده میخوان برن خونه که میفهمن یکی از لاستیکای ماشین پنچر شده. تارا تلفن دانو قرض میگیره تا با خواهرش زنگ بزنه و که بیاد کمکشون. برمیگردیم به رستوران، مدیر رو میبینیم که رفته دستشویی، متوجه میشیم دلقک قبل بیرون رفتنش به اونجا رفت و دستشویی خودش رو به همه در و دیوار مالیده. مدیر با عصبانیت میاد بیرون و در کمال ناباوری سر بریده شده آشپزش رو میبینه در حالی که دلقک پشتش وایساده. مدیر بیچاره خیلی میترسه و میخواد فرار کنه، اما دلقک میاد جلو و اول دست مردو میبره، بعدم چاقو رو تو صورتش فرو میکنه و بعد چند ضربه دیگه به شکل وحشیانه میکشتش. تارا به خواهرش ویکی زنگ زده و ازش میخواد بیاد کمکشون. ویکی میگه فردا امتحان دارم و نمیتونم، اما وقتی هم اتاقش و دوست پسرش میاد تو و معلومه میخوان سکس کنن قبول میکنه بره دنبال خواهرش. تارا با نگرانی کنار دان نشسته و میگه فکر کنم اون دلقک ماشینمون رو اینطوری کرده و خیلی ازش میترسم، اما دان با خوشخیالی میگه نه بابا، اون یه آدم خیلی بامزه بود و فقط میخواست با همون دوست شه. بعد از اینکه یکم خیال تارا راحت میشه تازه میفهمه چقدر دستشویی داره و همین لحظه سرایدار ساختمون کنارش میاد جلو در. تارا هم میره سمتش و بعد کلی خواهش ازش اجازه میگه بره داخل ساختمونشون و از توالت استفاده کنه. وقتی هم بهش دستشویی رو نشون میده میگه فقط مراقب باش چون اینجا خیلی موش داره. دان توی ماشین داره از خودش سلفی میگیره که توی رادیو خبر وحشتناکی میشنوه. توی رستورانی همون نزدیکی قتل دو نفر به شکل وحشیانه اتفاق افتاده. مظنون قتل هم یه مرد قد بلند با لباس دلقک سیاه و سفیده، همون کسی که قبلا خودش دیده بودش. دان با وحشت عکسی که باش گرفته بوده رو چک میکنه و همین لحظه آرت دلقک رو میبینه که سوار ماشین میشه و کنارش میشینه. تارا از دستشویی میاد بیرون و بعد از شنیدن یه سری صدای جیغ مانند به قسمتی از ساختمون میره و زن رو میبینه که مثل دیوونه هاست و یه بچه بغلشه. زن به شکل ترسناک میگه فکر کنم تو همسایه جدیدمون و قراره خیلی انجا خوشت بیاد. بعدم بچه‌اش که اسمش امیلیه رو به تارا نشون میده که میفهمیم تنها یه عروسک که خیلی عادیه. تارا نگران میشه و سری به سمت در خروجی ساختمون میره، جایی که با وحشت دلقک قاتل رو میبینه. سری از اونجا فرار میکنه و توی گاراژ قایم میشه. آرت دلقک کم میگرده و در آخر پیداش میکنه و با فرو کردن چاقو به پای دختر اونو مجروحش میکنه. بعد سعی میکنه چشمای تارا رو از جاشون در بیاره که دختر با زرنگی همون چاقو رو به دلقک میزنه و سری پا به فرار میذاره. همین لحظه خواهرش ویکی هم میبینیم که توی ماشین نزدیکشون شده و توی رادیو خبر دلقک قاتل رو میشنوه. تارا بعد از فرار کردن از گاراژ
خودش میفهمه در ساختمون باز نمیشه و میره دنبال سرایدار، اما هرچی صداش میکنه سرایداری که هنسفری تو گوشش چیزی نمیشنوه و در آخر هم دلقک تارا رو میگیره و با تزریق آمپول بهش اونو بیهوش میکنه. وقتی دختر چشماشو باز میکنه دلقک کنار خودش میبینه، سعی میکنه خودش نجات بده اما نمیتونه، دلقک میاد جلوتر و با تبری که توی دستشه فقط اونو میترسونه. بعد یه اره برمیداره و دوباره تارا رو از بریدن دستاش میترسونه، اما کاری نمیکنه و میره اونورتر تا یکی از وحشتناکترین لحظه‌های زندگی تارا رو بسازه. پارچه‌ای رو کنار میکشه و دان رو میبینیم که بدون لباس آویزون شده. آرت دلقک بدون هیچ رحمی اره رو میبره بالا و دان رو به دو قسمت مساوی تقسیم میکنه، در حالی که بهترین دوستش تارا داره این صحنه رو از نزدیک میبینه و جیغ میزنه. بعد کلی تقلا تارا موفق میشه دست و پاشو باز کنه و همین که دلقک میاد سمتش، وسیله دیگه‌ای که اونجاست رو به تنش فرو میکنه و پا به فرار میذاره، در حالی که دلقک زخمی هنوز زنده است و دنبالشه. دوباره تارا قایم میشه و با یه ضربه دیگه به دلقک اونو زمین میزنه. بعد میره جلو تا کارش یکسره کنه، اما آرت دلقک یه دفعه تفنگی رو درمیاره و به پای تارا شلیک میکنه. این لحظه همون زن بی خانمان با عروسک میبینیم که صدای جیغ تارا رو میشنوه. دلقک بالا سر تارا وامیسته و با تفنگش یه شلیک به صورت تارا میکنه و ویکی رو میبینیم که همین لحظه به خونه میرسه. ویکی به در میکوبه و خواهرش زلا میکنه که دلقک با برداشتن گوشی دان متوجه میشه اونا برای ویکی پیامی فرستادن و گفتن که داخل این ساختمونن. پیام دیگه برای ویکی میفرسته و میگه تارا حالش خوب نیست، از در پشتی بیا تو. بعدم دلقک دیوونه میره پیش جنازه نسپوره دان و مثل کاری که خودش قبلا کرده بود یه سلفی باهاش میگیره. بعد میره بالا سر جنازه تارا و دوباره چند تا شلیک به صورتش میکنه. زن بی خانمان این صحنه رو میبینه و سریع فرار میکنه تا از سرایدار کمک بگیره. همه چی براش تعریف میکنه، اما سرایدار که فکر میکنه این زن دیوونه است بی توجه بهش از پیشش میره. اما توی راه پله صدای حرف زدن ویکی رو میشنوه و سعی میکنه با گوشیش به دوستش زنگ بزنه. آرت دلقک از پشت نزدیکش میشه و با چکش به سرش ضربه میزنه. زن بی خانمان میبینه که میره به زیر زمین و دلقک رو میبینه در حالی که بچه خودش که همون عروسک رو بغل کرده و داره باهاش صحبت میکنه. زن میگه بچه‌مو پس بده و خیلی آروم نزدیک آرت میشه. با یه حس مادرانه دلقک رو تو بغل خودش میگیره و سکانس بعد دوست سرایدار رو میبینه که به ساختمون میرسه. از طرفی ویکی وارد ساختمون شده و بعد زنگ زدن به دان صدای رینگتون گوشش رو میشنوه و دنبالش میکنه. در کمال ناباوریش جنازه دان رو میبینه و با حال افتضاحی پا به فرار میذاره، اما توی راه صدای جیغ زن رو میشنوه و فکر میکنه صدای خواهر خودش تاره. با استرس به سمت زیرزمین میره که میبینه یه نفر رو زمین افتاده و حالش بده. ویکی فکر میکنه خواهرش رو با گوشیش به پلیس میخواد زنگ بزنه، اما اون طرف زیرزمین همون زن بی خانمان رو میبینه که افتاده و سینه هاش و موهای سرش بریده شدن. کسی که جلوش یه دفعه بلند میشه که میفهمیم همون دلقک قاتلمون و تیکای بریده شده اون زن روی خودش گذاشته. ویکی با وحشت در میره و سعی میکنه از پنجره بره بیرون، اما وقتی نمیتونه این کارو بکنه تو کمد کنارش قایم میشه. دلقک میاد و متوجه قایم شدن ویکی میشه، به آرومی میاد سمتش و سعی میکنه در کمد باز کنه، اما همین لحظه دوست سرایدار نگران رفیقش شده و با ماشینش چند بار بوق میزنه. همین کار باعث میشه آرت ویکی رو ول کنه و بره دنبال اون مرد. دوست سرایدار کلید یرکی خونه رو پیدا میکنه و میره داخل. قطره‌های خونی روی زمین رو میبینه که با دنبال کردنشون به عروسک زن بی خانمان میرسه. دلقک از پشت نزدیکش میشه و با فرو کردن چاقو به جمجمه اون سرش رو از تنش جدا میکنه. ویکی رو میبینیم که از کمد میاد بیرون و میخواد از در دیگه گاراژ فرار کنه که دلقک با یه سه چرخه میاد نزدیکش و به شکل وحشتناک و پر از استرسی شروع به چرخیدن میکنه، بدون اینکه حتی یک آسیب به ویکی بزنه. دلقک بعد چند لحظه از اونجا دور میشه و یه دفعه از پشت ویکی با انداختن یه پلاستیک دور سرش بهش حمله میکنه. ویکی موفق میشه با سوراخ کردن پلاستیک راه نفس خودش رو باز کنه و میخ طویله بزرگی رو به پای دلقک بزنه و در بره. سرایدار میبینه که به هوش میاد و صدای جیغ ویکی رو میشنوه، دختری که همین لحظه جنازه خواهرش رو پیدا کرده و از حال بدش فقط داره سر و صدا میکنه. دلقک دوباره پیداش میشه و با حمله به دختر همه جای تنش مورد ضربه قرار میده و کلی آسیب به بدنش میزنه، تا وقتی که سرایدار پیداش میشه و با یه ضربه دلقک رو بیهوش میکنه. بعد ویکی رو از اونجا میبره بیرون و اول از همه با پلیس تماس میگیره. دوباره دو تایی میخوان از ساختمون در برن که آرت سر میرسه و بعد زخمی کردن سرایدار با پاش کله بیچاره رو خورد میکنه. بازم موفق میشه ویکی رو بگیره، اما یه بار دیگه این دختر با زرنگی پا به فرار میسره. این بار خودش رو توی گاراژ قایم میکنه و به خاطر کوچیک بودن راه ورود آرت نمیتونه بیاد تو. چند لحظه سکوت برقرار میشه، صدای آژیر پلیس شنیده میشه، اما برای بار آخر دلقک با یه ماشین به سمت در گاراژ میاد و با شیکوندنش پیاده میشه. ویکی از شدت ضربه بیهوش شده و آرت رو میبینه که با بیرحمی میره پیشش. خیلی آروم میشینه و شروع به خوردن گوشت صورت دختر میکنه. پلیس بالاخره سر میرسه و به آرت میگه تسلیم شو. دلقک یه دفعه برمیگرده با گذاشتن تفنگ توی دهن خودش یه شلیک میکنه و خودش رو میکشه. پلیس بالا سر ویکی میره و علیرغم این همه زخمی شده میفهمه هنوز زنده است. سردخونه پلیس رو میبینیم که جنازه ها واردش میشن. مسئول سردخونه پلاستیک دور دلقک رو باز میکنه، اما یه دفعه بقای اتاق قطع و وصل میشن و آرت دوباره زنده میشه و مرد بیچاره رو به قتل میرسونه. یک سال بعد ویکی بالاخره از بیمارستان مرخص میشه و اینجا میفهمیم همون زنی که اول فیلم دیدیم و صورتش نابود شده بود ویکی خودمونه. پایانی که یه شروع خوب برای قسمت دوم این فیلم میشه که در آینده با هم میبینیمش. فیلم تریفایر معنی
معنی و مفهوم خاصی پشتش نیست، فقط که فیلم اسلشر خفن برای وقتایی که میخواید حسابی بترسید و به خوی وحشی آدما پی ببرید. بازم میگم خیلی گزینه خوبی برای دیدن و دوستاتون رو حتما تو آپشناتون قرارش بدید. رفقا لایک کامنت سابسکرایب بهتون نره، بدونید که هر چی زودتر این کانال بالا بره من راحت‌تر میتونم براتون ویدیو بسازم و قطعا وقت بیشتری رو با هم می‌گذرونیم. به امید یه روزی که ایرانمون آزاد بشه. روزتونم گلاسی.